با پایان ضرب الاجل حکومت موقت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی در نخستین روز 3000 خانواده از گذرگاه دورخم وارد کشور شدند که این آمار نسبت به گذشته 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. شماری از مهاجران تازه برگشته از جامعه جهانی می‌خواهند تا همه کمک‌هایشان مربوط به مهاجران افغان با حکومت پاکستان را قطع کرده و این کمک‌ها را برای آنانی که به افغانستان برگشتند فراهم کند. من معنی دی فلسطین نم دیر سخته ده زخپل تور سرو تا خفل باشو باتا دیشی مکاتل زمین لیکلی که چا دکانونه لیکلی چا مرکتونه لیکلی دا خبرم پکشتا چه که دیش سات پا سات دا خبری زیادی دی چه دا ضبط کهی. این مهاجران میگویند که حکومت موقت پاکستان دست به اخراج مهاجران میزنند که در وضعیت نابسامان اقتصادی قرار دارند. آنان از سرمایه گذارانی که در پاکستان سرمایه گذاری کردند خواستار انتقال سرمایه هایشان به افغانستان هستند. خدا وضعیت دیر سخت زیاد خراب بود. من بخبال بطایی که خختی ها چولی بطایی که شپی برا مندرالی بیزتی با امکاولا دیر خلق بیزتی هانی اوکلده. مرسیکل و ما بخپلا مرسیکل آغازی با 9000 روپیه وانده با 15000 روپیه مانه واقعش رو. نو اغلب تاشی کاکا تو ولری کوی نلری خوچی غریب وی آجاز وی. آقی خالو کتال تا زندگی نیست. آو دسی مارکیتون دسی دکان نو لکال تمن کاروبار که وچی دی غرق غرق دکان نو مارکیتون دی ابگران نشتا دی رختو دی هرشی. آقا کسان پراتی دیگو تا سو گاگم نکی. دو ورکرشی زربوراجل نه یو پودری چند بانی دغه فیصدی زیاده سوی دو کدوال دیرش میر راستنیگی. از سوی هم مسئولان امارت اسلامی از آمدگی های کامل برای مهاجران تازه برگشته از پاکستان سخن میزنند و میگویند که در حومه های گذرگاه تورخم برای 5000 مهاجر زمینه اسکان کوتاه مدت را فراهم کردند. څنګه کولای شو موږ هغه ورونه چې په بهر کې دي یا هغه ځمکه نه لري یا غواړي چې هلته دی خپله پانګونه وکړي تجارت وکړي د دوی ټولو دپاره موږ ډېر ښه پروګرام نیولی دی او زه اطمینان درکوم د اوس دپاره الحمدلله 2 میلیارده بودجه موږ ځانګړی کړی دو صرف په لومړنۍ خدمات بیلګه وي. بر بنیاد معلومات پس از ضرب الاجل یک ماهه حکومت موقت پاکستان برای مهاجران افغان تا اکنون 25000 خانواده از پاکستان به کشور برگشتند. این روند با گذشت هر روز رو به شدت است.